سلام، به خبرهای این ساعت تلو و شبکه جهانی تلو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه دهم ماه اسد سال 1393 هجری خورشیدی و اول ماه آگست سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. اثرگیری بازرسی آرا بر بنیاد کارشوه پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل متحد. تأکید کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بر توافق دو نامزد روی کارشوی ابطال آرا. جلوگیری از فرار گروهی زندانیان در ولایت نیمروز. و شکسته شدن آتش بس میان حماس و اسرائیل پس از دو ساعت. مشروع خبرها. روند بازرسی 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا یک بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این بار بازرسی آرا تندتر انجام خواهد شد. این نهاد میکوشد تا به زودترین فرصت 100% آرای انتخابات را بازرسی کند و به این روند پایان دهد. این نهاد می افزاید که بازرسی آرا بر بنیاد کارشوی پیشنهادی سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. هر دو نامزد این کارشوه را پذیرفتند. کریم امینی گزارش می دهد. گره کور انتخابات 24 جوزا ماهاست که باز نشده باقی است. هر روز هم رنگ و بوی دیگری به خودش می گیرد. و اما یگانه راه پایان تنش‌های انتخاباتی بازرسی 100% آرا دانسته شده است، روندی که پیش از این چند بار به گونه موقت متوقف شد. حال یک بار دیگر برای از سرگیری این روند آستین ها بالا زده شده است و فردا کمیسیون مستقل انتخابات روند بازرسی 100% آرا را از سر خواهد گرفت. دغه میارونه د دوالو کاندیدانو لولوری البته په مجموع کې یا په عمومي ډول د قناعت وړ ګرځېدلی دي، البته د ملګرو ملتونو د وینا په اساس باندې. د دغو معیارونو په اساس باندې به سر له سبا نه کومه پروسه چې مخته ځي په پام کې به نیول کېږي او بالاخره پروسې به د کافي سرعت څخه برخورداره شي. و ما باید دید که نتیجه بازرسی 100% آرا چی خواهد بود و با روشن شدن آرای سیاه و سفید انتخابات چی اندازه آرا باطل خواهد شد و آیا این بار بازرسی آرا بدور از مشکلات و پیش خواهد رفت. فردا زمانی که آغاز میشه همه ناظرین در اوجه حضور داشته باشند، کاندیدا سهیم باشند، در اوجه ناظرینشان حضور داشته باشه و مهمتر از همه کمیسیون مستقل انتخابات با بی‌طرفی کامل و به طور مسلکی برنامه را مدیریت کنه و همچنان رهبری کنه و اجازه نده برای کاندید و نماینده کاندید که در امورات انتخاباتی که به اساس قانون انتخابات مربوط به کمیسیون میشه دخالت کنه. استقلالیت و این برخورد مسلکی کمیسیون میتونه موفقیت بزرگ در این پروسه تضمین کنه. بازرسی آرا این بار با حضور 200 تیم سه نفری از ناظران ملی و جهانی و نمایندگان هر دو نامزد در دو زمان کاری انجام خواهد شد. 7 تا 1 پس از چاشت و 2 تا 8 شب. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون 18876 صندوق از 22 ولایت کشور و دفتر مرکزی این نهاد انتقال شدند که این صندوق ها 82.7% کل صندوق های رایدهی را می سازند. و ما در این میان هنوز یک جدول زمانی برای پایان روند بازرسی آرا وجود ندارد. از همین رو روشن هم نیست که بازرسی دوباره آرا در درازای چی مدت به پیش خواهد رفت، زیرا اگر بازرسی آرا به درازا بکشد افغانستان چیزهای زیادی را از دست خواهد داد. بسنده اگر به یکی از این چیزها باشد حضور نداشتن رئیس جمهور تازه در نشستهای جهانی خواهد بود که فرصتی است برای معرفی رئیس جمهور تازه کشور، تقویت روابط کشور با کشورهای خارجی و جلب پشتیبانی های جهانی از کشور. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از جامعه جهانی، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای دخیل در انتخابات می خواهد تا به گونه بی‌درنگ
کارشیوه ابطال آرا را عملی سازند. این کمیسیون میگوید که عملی شدن این کارشیوه نتیجه بازرسی ها را روشن خواهد ساخت. در همین حال دست انتخاباتی اشرف غنی احمدزی با عملی شدن کارشیوه ابطال آرا موافق است، اما دست انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید تا هنگامی که دیدگاه های این دسته در این کارشیوه گنجانیده نشود، این کارشیوه نهایی نیست. واشنگتن و سازمان ملل متحد این کارشیوه را نهایی میدانند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی خواهان عملی شدن بیدرنگ این کارشیوه ابطال آرا است، زیرا به باور این نهاد بر بنیاد این تر سرنوشت بازرسی آرا روشن خواهد شد. برای حل بحران انتخابات و برای بیرون رفت از چالش هایی که فعلا فرار انتخابات وجود داره، این طرز عمل باید هر چیز زودتر تصویب شود تا پروسه تفتیش نتیجهش معلوم شود. دست انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز میگوید که با طرح سازمان ملل متحد برای بازرسی و ابطال آرا موافق است. به باور این دست انتخاباتی با عملی شدن این طرح، آرای سپید از آرای سیاه جدا خواهد شد. ما پروسه را آغاز کردیم. ما نمیتونیم که پروسه از خود سیستم داره، یک سیستم قبول شده است و ما این را اگر کس میخواد یا نمیخواد، این کدام نان نیست که به زور قاشق بدان کس داخل کنیم. ما حق داریم در پروسه نیست ناظرین اشتراک بکنیم. اگر اشتراک نمیکنیم، از حق خود استفاده نمیکنیم، دیگه کس به زور حق ما را بدان ما با قاشق داده نمیتونه. اما دست انتخاباتی عبدالله عبدالله این کارشیوه را نهایی نمیداند. این دسته میگوید تا هنگامی که دیدگاه های آنان در این طرح سازمان ملل متحد گنجانیده نشود، شفافیت انتخابات تضمین نخواهد شد. این دسته انتخاباتی می افزاید که گفتگوها هنوز هم ادامه دارند و اطمینان دارند که سازمان ملل متحد خواستای آنان را در این طرح در نظر خواهد گرفت. با در نظر داشت صحبت هایی که با نماینده های جامعه جهانی در یکی دو روز گذشته داشتم، امیدواری من زیاد شده که اونا دوباره در این رابطه مکس میخواد کردن و بعد از غور و بررسی پیشنهادات ما اینا رو نادیده نمیگیرن، و اگر قرار باشه که نادیده بگیرن، خب مسئولیت میگرده با بالای اونا. روند بازرسی ها رو روز شنبه از هر گرفته خواهد شد و این روند بدون کارشیوه ابطال آرا نتیجه بدنبال نخواهد داشت. گفتگوها بر سر این کارشیوه از چند هفته بدین سو میان کارشناسان فنی سازمان ملل متحد و دو دست انتخاباتی ادامه دارند. هر دو دسته در کل با این طرح توافق کردند و ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد نیز این طرح را نهایی میدانند. اما دست انتخاباتی عبدالله عبدالله در جزئیات این طرح ملاحظات جدی دارد. دیده شود که آیا این طرح کارشیوه ابطال آرا همزمان با آغاز روند بازرسی آرا عملی خواهد شد یا نه. مقام های امنیتی نیمروز از فرار ده ها زندانی از زندان این ولایت جلوگیری کردند. مقام های زندان نیمروز میگویند که ده ها زندانی که با حفر یک تونل تلاش داشتند از این زندان فرار کنند، در هنگام فرار از سوی نیروهای امنیتی این ولایت بازداشت شدند. والی نیمروز میگوید که بازرسی ها از 12 زندانی که در این کار دست داشتند آغاز شده. در حال حاضر 450 زندانی با شمول 13 زن در زندان ولایت نیمروز زندانی هستند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. برنامه فرار ده ها زندانی از زندان نیمروز به ناکامی انجامید. قرار بود این برنامه پنجشنبه شب عملی شود. این زندانیان یک تونل را به درازای 9 متر آفر کرده بودند. تلاششان این بود تا خودشان را از زندان بیرون بکشند، اما بی خبر از آن که نگهبانان این زندان از این کارشان آگاه شدند. برای ما راپور دادند که در داخل دو اتاق کندنکاری صورت گرفته. ما تعداد 12 نفر از پرسنل محبس آنان داخل محبس کردیم، هم اتاقای مورد نظر تلاشی کردیم، فرشایشان را جمع کردیم. زندانیانی که جرم‌های سیاسی و جنایی انجام داده بودند قصد فرار از این زندان داشتند. تاسو پدې پوهیږئ چې پدې کې انتحاریان و پدې کې ډېر بد خلک موجود و چې هغه دلته مساته کېدله. خدای نه خواسته که چیرې دا عمل تر سره سوی وای، د نیمروز محبس به اکثره بندیان به د دې لارې څخه د قندهار پیښه به تکرار سوی وای. فرار زندانیان از زندانهای کشور بی پیچینه نیست. چند سال پیش در رویداد همانند صدها زندانی زندان ولایت قندهار با افر یک تونل از زندان فرار کردند. اما این بار نخست است که نگهبانان یک زندان توانستند از فرار گروهی زندانیان جلوگیری کنند.
شمار از نمایندگان شورای ملی و اعضای ائتلاف ملی نهج نوین افغانستان در گرد همایی در کابل از سیاست های حکومت در برابر طالبان سخت انتقاد می کنند. در این گرد همایی که برای یادبود از قربانیان ارگون و غور برگزار شده بود، شمار از نمایندگان مجلس و جوانان می گویند که کاخ ریاست جمهوری با گذشت در برابر گروه های هراس افغان هر روز ده ها نظامی کشور را قربانی می سازند. طارق مجیدی گزارش می دهد. در این نشست تکرار شدن رویدادهای مرگبار در کشور چون حمله های خونبار در پکتیکا و غور به سیاست های دولت در برابر مخالفان پیوند داده می شود. سیاست هایی که از دید شرکت کنندگان این نشست هر روز از شهروندان کشور قربانی می گیرند. وقتی رئیس جمهور افغانستان در این پیام می دهد که ما از نیروهای امنیتی خواهشمند هستم که از سلاح‌های سنگین استفاده نکنند. چرا نشان می‌دهد؟ یعنی این تسلیم شدن به طالب را نشان می‌دهد. تسلیم شدن به گروه‌های دهشت افغان داخلی را نشان می‌دهد. در این اواخر ثابت میشه کم کم که رئیس جمهور قطعاً به طالبان شدن فکر می‌کنند و نظام طالبانی را به عنوان یک گروه دهشت افغان در افغانستان به رسمیت می‌شناسد. شماری از نمایندگان شورای ملی در این نشست آزادسازی زندانیان خطرناک را از زندانها و نیز امتیازدهی بیشتر به طالبان را از اشتباهات تاریخی حکومت می دانند. روزی که این طور یک نظام وجود نداشت و معمول است، ما و شما دیدیم که انسان را خورد، درید، پوست کرد، از بین برد، جنایت های مختلف در این سرزمین صورت گرفت، اما باز هم زیر چتر یک نظام انتخابی امروز این جنایت های کلان صورت می گیرد. دشمن ما بیرحم است. این دشمن زبان صلح و مصالحه را نمی فهمد. از در نرمش در آمدن با این دشمن خطرات را مضاعف می سازد. آگاهان دین نیز کشتار غیر نظامیان را نابخشودنی می دانند. آشکار از صراحت دارن چی در قرآن کریم و چی در احادیثی که از رسول معظم اسلام به ما رسیده یک مسئله صریح هستند که اسلام جان مسلمان، ناموسشان، مالشان، خونشان، همهشان را محترم شمرده. ائتلاف ملی نهج نوین افغانستان میگوید که سیاست تضرع در برابر طالبان به امتیاز طلبی های این گروه شدت خواهد داد. در همین حال اعضای این ائتلاف از دولت میخواهند تا برای شناسایی عاملان کشتارهای اخیر غیر نظامیان در کشور گام های جدی بردارد. شهردار ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. والی لوگر میگوید گروه از مردان مسلح ناشناس دیشب بر خانه سیف الله شهردار ولسوالی محمد آقای لوگر حمله کردند و پس از یک ساعت درگیری وی را کشتند. او میافزاید که آقای سیف الله از 4 سال به این سو و حیث شهردار ولسوالی محمد آقا کار میکرد و عضو برجسته جمعیت اسلامی بود. نهادهای امنیتی و سربازان و افسران نظامی ولایت هرات دستور دادند تا از بیم حمله هراس افغانان با لباسهای نظامی گشت و گذار نکنند. مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات میگوید که وضع امنیتی هرات نگران کننده است. در همین حال شمار از بازرگانان هرات میگویند که طالبان در شهر هرات پایگاه‌های امن ایجاد کردند و مسئولان امنیتی در تأمین امنیت این ولایت بسیار بی‌پروا هستند. جاوید زیارت جاهی گزارش می‌دهد. افزایش قتل‌های زنجیره‌ای و حمله مردان مسلح ناشناس به جان نظامیان و افراد بانفوس در هرات باشندگان این ولایت و فعالان مدنی را سخت نگران ساخته است. مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات نهادهای امنیتی این ولایت را در تامین امنیت ناتوان می‌خواند و تاکید می‌ورزد که در پی کشته شدن چندین افسر و سرباز پلیس توسط مردان موترسایکل سوار ناشناس، مسئولان پلیس و اردوی ملی به سربازان و افسران دستور دادند از بیم حمله مردان ناشناس با لباس نظامی گشت و گذار نکنند. ما شاهد برخی تدابیر امنیتی در ولایت هرات هستیم، از جمله نپوشیدن لباس نظامی برای منصوبین نیروهای امنیتی که خب این نشانگر ضعف مدیریتی و ضعف شبکه‌های استخباراتی است در ولایت هرات که اینا نمیتونن دشمن را شناسایی کنند و پلان‌های از اونها را خونسا بسازند. در همین حال شمار از بازرگانان هرات خواهان تامین امنیت این ولایت هستند و تاکید می‌ورزند که افزایش رویدادهای ناامنی در این ولایت
در یک دهه گذشته بی پیشینه بوده است و حالا طالبان در گوشه گوشه شهر هرات حضور دارند. ما سابق می گفتیم که ناامنی به دروازه شهر رسیده، فعلا شما متوجه ازی هستیم مجرون قرار دارین که ناامنی به داخل شهر آمد. پس وقتی که به داخل شهر آمده باشد دیگه فکر نمی کنم که نی امنیتی وجود داره و نی هم اقتصادی وجود داره. برداشت ما ای است که حکومت نمی خواهد که برای مردم افغانستان آرامش بیاره. گزارش های وجود دارند که در 4 ماه گذشته بیش از 80 تن در هرات توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. متاسفانه در می اواخر اوضاع امنیتی کمی خراب شده و علت از او هم شامل شدن پلیس در فساد است. و ما پیشترم گفتم که پلیس غفلت میکنه و علتش هم با شما گفتم و انشاءالله که ما هم منتظر می بودم که چه قسم بتانیم اینا را اصلاح کنیم. ای که برایشان زبانی گفتیم، در میدیا هم گفتم و آخریش اختار است و اگر نشد باز با مقامات زیرسلا رابطه میکنیم انشاءالله در این مورد. بیشتر قربانیان این حمله ها افراد سرشناس و کسانی بودند که لباس پلیس و یا اردوی ملی به تن داشتند. هرچند پیش از این رویدادهای کشته شدن باشندگان شهر هرات توسط افراد مسلح ناشناس به انگیزه های شخصی پیوند داده می شد، اما کشته شدن نظامی پوشان و افراد بانفوس این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس به روشنی نشان می دهند که این حمله ها انگیزه های سیاسی و هراس افکنانه دارند و طالبان در شهر هرات برایشان پایگاه های امن ساختند، موضوعی که پیش از این هیچگاهی در این ولایت پیشینه نداشته است. احمد جوادی، زیار جاهی، طلوع نیوز، هرات. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس امروز شکست. مقام های فلسطینی می گویند که با گذشت 2 ساعت از این آتش بس، نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه حمله کردند که در نتیجه 40 فلسطینی کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال مقام های اسرائیلی ادعا می کنند که این آتش بس 3 روزه نخست از سوی پیکارجویان حماس نقض شد. این مقام ها می افزایند که در حال حاضر تلاش ها برای پیدا کردن یک سرباز اسرائیلی که امروز ناپدید شده است نیز ادامه دارند. با وجود آتش بس 72 ساعته درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس به روز جمعه از سر گرفته شدند. در حالی که اسرائیل و حماس به درخواست سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از ساعت 8 صبح روز جمعه وقت محلی یک آتش بس 3 روزه را پذیرفته بودند، اما با گذشتن بیش از 2 ساعت از این آتش بس درگیری ها بار دیگر آغاز شدند. گروه حماس میگوید که نظامیان اسرائیلی نخست جنوب غزه را آماج حمله ها قرار دادند، اما اسرائیل ادعا می کند که این حمله ها در واکنش به موشک پراگنی های حماس انجام شدند. در حالی که در جریان آتش بس توافق شده قرار بود تا نمایندگان اسرائیل، فلسطین و ایالات متحده آمریکا راهی قاهره شوند و گفتگوهای صلح را برای رسیدن به یک آتش بس همیشگی آغاز کنند، اما این تلاش های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد برای رسیدن به این هدف ناکام شدند. در همین حال شمار از شهروندان ایالات متحده آمریکا بر پایان یافتن حمله های اسرائیل و محاصره اقتصادی نوار غزه تاکید می‌ورزند. این معترضان که برخی از آنان یهودیان نیز هستند با گرد آمدن در نیویورک از حمله های اسرائیل بر نوار غزه سخت انتقاد می‌کنند. صدها کودک کشته شدند. سازمان ملل متحد کجاست؟ مردم آمریکا کجا هستند؟ کشورهای قدرتمند کجا هستند؟ من بسیار ناراحت و غمگین هستم از آنچه که اسرائیل انجام می دهد. اسرائیل با استفاده از نام یهودیان مردم را به قتل می رساند و به حیثیت یهودی بهای آن را می پردازم. حمله های اسرائیل بر نوار غزه که وارد 25 روز شدند تا کنون نزدیک به 1500 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جا گذاشتند. افزون بر این 440 هزار فلسطینی دیگر ناگزیر شدند تا خانه هایشان را ترک کنند و در اردوگاه های سازمان ملل متحد جابجا شوند. در حمله های موشکی حماس 63 اسرائیلی که بیشترشان سربازان هستند نیز کشته شدند. و ایالات متحده آمریکا و هند در تلاش از بین بردن لشکر طیبه و القاعده هستند.
در یک اعلامیه مشترک واشنگتن و دهلی نو آمده است که امریکا و هند با تهدید مشترک هراس افغانی روبرو هستند و هر دو طرف باید برای رویارویی با این پدیده تلاش ورزند. در این اعلامیه همچنان آمده است که پاکستان عاملان حمله های ممبئی را باید به پنجه قانون بسپارد. به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. و این هم چند خبر اقتصادی. آفت‌های نباتی در ولایت‌های کابل و پروان بخش از حاصلات انگور در این ولایت‌ها را نابود ساخته است. شمار از باشندگان ولسوالی قره‌باغ کابل می‌گویند که دو گونه از آفت نباتی حاصلات انگور در این ولسوالی را به حد اقل رسانیده است. کشاورزان این ولسوالی حکومت را از بهر بی‌پروایی در این باره انتقاد می‌کنند. اما مسئولان ریاست زراعت ولسوالی قره‌باغ می‌گویند که از آغاز سال برای حل این مشکل تلاش کردند. کشاورزان ولسوالی قره‌باغ با نگرانی از وجود آفت‌های نباتی در باغ‌هایشان می‌گویند که امسال با حاصلات مناسب انگور ناامید شدند. این کشاورزان با انتقاد از وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که در جلو از بروز این آفت‌ها از آغاز سال بی‌پروا بوده است. ملک ما بهتر می‌کرد تقریباً 10 خروار، 12 خروار، 13 خروار انگور می‌کرد. و فعلاً کاست که کلش آتشک زده است. ملک هیچ چیزی امسال خدا میفهمه که با ما دو خروار را میکنه، دو خروار را میکنه یا نه. این مرض یه چیز دیگه، دوای پزدراتان که بردیم درخت های ما را یک رقم برگاش کنجل کرد، اند خود زراعت بردیم با احساس ما نشد. یک قسم قرغه نمیگرم تا کارا که برگاش کنجل میسازه و یک قسم آتشک میگره که انگور سیاه میگردانه میریزه. در همین حال ریاست زراعت ولسوالی قره‌باغ میگوید که برای جلوگیری آفت‌های نباتی تلاش کردند، اما با باورانان در برخی موارد کشاورزان خود به راهنمایی آنان برای جلوگیری از آفت‌های نباتی تلاش نمی‌کنند. و اکثرا دیوقین چون در وقت نموی خود نبات نمی‌باشد و مشاهده از این مرض آنقدر به حساب نمایان نمی‌باشد و آنقدر توجه نمی‌کنند. این در حالی است که وزارت زراعت و آبیاری در آغاز امسال از تدابیر لازم برای جلوگیری از آفت‌های نباتی در مناطق مختلف کشور خبر داده بود. اما وجود آفت‌های نباتی در ولسوالی‌های همجوار کابل و نابود ساختن بخش از حاصلات برای کشاورزان بسیار نگران کننده است. گیتی موسنی، طلوع نیوز، ولسوالی قره‌باغ، کابل. و تا چند لحظه دیگر مرور بر چند رویداد ورزشی. و این همچنان رویداد ورزشی. داور بین المللی کشور برای داوری چهارمین دور رقابت‌های پهلوانی و زورخانه‌ای قهرمانی اروپا امروز رأسپار بلاروس شد. محمد آزاد داور بین المللی کشور بر بنیاد دعوت فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای برای داوری در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. این داور بین المللی کشور پیش از این رقابت های قهرمانی اروپا در سال 2010 میلادی و قهرمانی جوانان آسیا در تاجیکستان را نیز داوری کرده است. این رقابت ها با حضور بیشتر از 20 کشور اروپا هفته آینده در منسک بلاروس برگزار خواهند شد. آلمان فاتح رقابت های فوتبال زیر 19 سال جام ملت های اروپا شد. در فرجامین دیدار این رقابت ها تیم ملی زیر 19 سال آلمان 1-0 پرتغال را شکست داد و بر سکوی قهرمانی جام ملت های اروپا ایستاد. تک گل قهرمانی آلمان را آنی مختار در دقیقه 39 نیمه نخست به ثمر رساند. این دو تیم در مرحله نیمه نهایی تیم های اتریش و صربستان را شکست داده بود. این دومین قهرمانی آلمان ها در رقابت های فوتبال زیر 19 سال جام ملت های اروپا است. تیم های بایر مونیخ و لیورپول در دیدارهای دوستانه رقیبان خود را شکست دادند. بایر مونیخ که در این فصل با خرید روبرت لواندوفسکی قوی تر از فصل پیش شده است، در حضور 25,000 نفر تماشاگر با یک گل گوادالاخارا را شکست داد. تک گل بایر مونیخ را در این دیدار کلودیو پیتزارو به ثمر رساند. در دیدار دیگر لیورپول و منچستر سیتی نیز در جام گینس به مسافه هم رفتند که
این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی دو به پایان رسید. اما در ضربات پنالتی لیورپول 3-2 به پیروزی رسید. این بود خبرهای این ساعت. وقت بخیر.